رسیدیم به موزیک ویدیوی شماره یک این قسمت. آهنگ تاپمون که یک کار جدید و خوب و بامزه دیگه از گروه خوب تیمه، تیم بکس، که قبلا هم ویدیو ازشون پخش کرده بودم و گفته بودم که این گروه شامل چند تا جوونه با استعداده که دانمارک زندگی میکنن، شاهین لو، نبیلیتی و علیبی که با هم برادران. نبیلیتی تنظیم کننده و پرودوسر گروهه و داداش کوچیکش علی آهنگسازه. ویدیویی که الان میخوایم بریم از این چند تا جوون پر انرژی تماشا کنیم اسمش هست سانسور. قبل از اینکه بریم این ویدیو تاپ رو تماشا کنیم، به گفتگوی کوتاهی که با شاهین لو، یکی از اعضای خوب گروه تی ام بکس داشتیم، گوش کنیم و برگردیم. سلام به شاهین گل از بچهای گل تی ام بکس از دانمارک. حالت چطوره شاهین جان؟ خوبی؟ قربون عزیزم، خوبی شما؟ فرات جان. مرسی. چه خبر؟ چه حال؟ سلامتی والا، شکر خدا همه چی عالیه. قبل از اینکه گفتگومون رو شروع کنیم، نمیخوام جدی و رسمی باشه، بخاطر همین میخوام یه تبریک حسابی بهت بگم. البته یه دونه نه دوتا، یکیش یه کوچولو با تاخیر، یکیش یه ذره پیش بازه. این به اون ده، یکی اینکه تولد شاهین نزدیک بوده و خرداد ماهیه، تولد تبریک میگم. قربونت برم، فدات شم عزیزم. فدای تو. و تبریک گنده تر، یه تولد دوباره است دیگه، این مهمتر از اولیه. نامزدی تو به تبریک میگم، شنیدم نامزدی. قربونت برم. نه هنوز نامزد نکردم. خب دیگه من پیش گفتم که پیش بازم. فدات شم، قربونت برم. برای تو عزیز خوشبختی میکنم، هم به خودت هم به نامزد گل تبریک میگم. فدات شم عزیز دلم، قربونت برم. بچه های گل تیممون چه خبر شاهین؟ همه خوبم بچه هم، فکر کنم تو همین هفته آهنگ جدید میدیم بیرون. آره، بعد دیگه یکم درگیر آهنگا بودیم و من یکم عقب بودم از کار و دیگه بچه ها همه جوره ساپورت کردن دیگه این مدت. همتون گم، خیلی هم عالی. ویدیوش میکنین یا نه؟ ویدیوش، سبک آهنگش یکم جدیده، نمیدونم حالا ویدیوش بکنیم یا نه، ولی ویدیو میاد بیرون برای آهنگ بفرمای. ویدیو خوب زدیم، اون میاد به زودی بیرون. خیلی هم عالی. میدونی که الان ویدیو تاپ برنامه من شده و به خاطر همین چون یه خود برگردیم به پارتی بازی که نکردی. نه پارتی بازی چه بابا، حالا دیگه زیرو خودت نیار دیگه، دسته پشت پرده رو رو کن. نه قربونتم، اختیار دیگه. یه کوچولو برگردیم عقب. بچهای ما اینجا، بیننده های گلمون تو استرالیا، میدونی که ما خیلی دوریم از همه چی، خود عقب تری. دوست دارم با من توی برنامه قبلم از اون آهنگ پخش کرده بودم، آهنگ فیچی ما خاین آهنگی بود که از اون پخش کرده بودم. اونجا بیوگرافیاتونو گفته بودم که بچهای گل تیم از کوپنهاگ دانمارک کاراشونو پخش میکنن، اونجا زندگی میکنن. اما میخوام بدونم توی دانمارک شما پنجتا چجوری همدیگه رو پیدا کردید؟ اول از کجا شروع شد؟ اول آره دیگه. اول یه سلام بکنم به استرالیای عزیز، از استرالیا شلو یه روزی در خدمتشون باشم. دوما که برمیگرده به عقبتر، من با یکی از بچه ها عضو قدیمی گروه تیم رو داشتیم، بعد دیگه تصمیم گرفتیم که عوض بکنیم این شرایط گروه رو، یکم مثلا سبک ایرانی ترش بکنیم. با علیبی آشنا شدم. علیبی اون موقع آهنگسازی میکرد برای مارکت دانمارک، موقع سنش هم کم بود، 16 سالش بود. بعد با برادرش نبیلتی آشنا شدم که آوردمشون توی استودیو خودمون. بعد دیگه شروع کردیم به کار، شد تیه مردان. بعد دیگه سه سال پیش قبل آهنگ دیوونشو هم دو تا از اعضای گروه جدا شدن که الان سه نفر شدیم دیگه توی این مدت. الان شما سه نفرین، تو، نبیلتی و علی. درست. خیلی هم عالی. اولین آهنگتون رو یادته چی بود؟ کدوم بود که پخش شد؟ من خودم میدونم، یعنی یه آهنگی هست که اول بار ازتون شنیدم، ولی میخوام بدونم اونه یا نه. آهنگ که با تیم اصلی خوندیم دقیقا نمیدونم، ولی آهنگی که مثلا خیلی ترکوند و اینا، آهنگ دختر بندر بود که دیگه. آره، آهنگ دختر بندر بود، درسته. ولی چیزای خیلی قبل‌تر از اونم یادمه، من کوچیک بودم خودم. آره مثلا آهنگ کوچیک بودی؟ یعنی سنت که خیلی کوچیک‌تر بودم، هنوز کوچیکم. ولی آهنگ عاشقم بودی فکر کنم بود، یه همچین آهنگی بود، اونم خیلی خوب بود اون موقع. آره اونا دوز اولا بود که آره با بچه‌ها داد. ببین یه آهنگ من یادم ازتون، هیچ وقت یادم نمیاد، ولی دیگه هیچ جا نتونستم پیداش کنم، فکر کنم مال 100 سال پیش بوده، الان دیگه کوچیک بودم. چی بود؟ خدایا میگه باز تبم رفته بالا رو 65 درجه.
نه اون که قدیمی نیست، اون جدی. بابا من کوچیک. آهنگ جوگیره. جوگیر. آفای وای خدای من. خیلی بعد دختر بندر ویدیو هم داشت. آره آره من عاشقتم. آره ما بریم درکه آخه اونجا. خیلی عالی، خیلی عالی. قربونت، قربونت. خبر خوب از شنیدین، پس داریم میوزیک ویدیو جدید. البته میوزیک ویدیو نه، آهنگ جدید پخش می‌کنم. درسته. اینجوریه. شاید یه سوال می‌خوام ازت بپرسم. خیلی جون دلم. چرا هیچ وقت تو گروهتون دختر نداشتین؟ دختر صدای دختر داشت. آره آره، صداش هست، ولی خب نه، یه عضو قشنگ، یه عضو واقعی. به خاطر اینکه فکر کنم ما سه تا همدیگر رو خوب میفهمیم، فکر کنم بخوام یه اوز بیا میخواستم بگم چون تو گروهتون نیست وقت دعوا مرافق و قهر و یه نبوده، دلیلش اینه که دختر نبود، وگرنه میخواست بگه وای نه همه یه آهنگ رو من میخوام بخونم، وای چرا تو خوندی؟ نه ولی دختر ما سه تا خیلی خوب همدیگر رو میفهمیم. خب بعدش دانمارک هم یه کشور کوچیکی، یعنی اون گزینه‌ای که می‌خوایم باشه، یعنی با شرایط روحی یا مثلا اینکه بتونه کنسرت بیاد و اینا خیلی کمه، ولی اون صدایی که همیشه دوست داریم توی ایران راحت‌تر میشه پیدا کرد. یعنی سبای عزیز با همون همکاری می‌کنیم، باش همکاری می‌کنیم هر از گاهی اگه به صدای دختر احتیاج داشته باشیم. از ایران فقط صدا از ایران، از ایران بعد از خیلی عالی. از کنسرت چه خبر؟ کنسرت هم که کنسرت ترکیه داشتیم، تور داشتیم که کنسل شده فعلا برای شرایط ترکیه. بعد ایشالله به زودی آمریکا انشالله. یه تور داریم که منتظر سری کاراش هستیم و اینا. درسته. دیگه تورای اروپا هم داریم که حالا ببینیم در آینده ایش. آره دقیقاً. در نزدیک هم انشالله استرالیا بیم. ایشالله عزیزم، ایشالله. شاید اینجا نمیخوام زیاد وقتتو بگیرم، میدونم اختلاف ساعتی ما هم یه جوریه که دیگه حالا البته باز شرمندگی زیادی ندارم، چون بیشتر مصاحبه‌ای که من میکنم امریکان اختلاف ساعتیمون واقعا زیاده، 17 ساعت از من. باز با تو یکم اوکی ترم، شرمندگی زیاد برام نمونده. قربونت برم عزیزم، این چه حرفیه، برای ما افتخاره که با شما عزیزا هم آشنا میشیم هم صحبت میکنیم. واقعا دمتون گرم که وقت میذارید. از آقا میلادم اون پشت تشکر کنم. حتما زنده باشی عزیزم، دست گل درد نکنه. از تشکر عزیزم. حسابی میکنم، چون که واقعا شاهین یکی از هنرمندایی که خیلی خاکی و مردمی و با معرفت با کمال میل دعوتمو قبول کرد، خیلی برام ارزش داشت. قربونم عزیزم، منت سرمون گذاشتی، دمت هم گرم وقت گذاشتی عزیزم. این قرب دادم، موفق باشی. همچنین عزیزم شب و روز خوبی داشته باشی، وقتتو نمیدم. مرسی گلم، مرسی. به همه بچهای تی ام سلام گرم ما رو برسون. فدات شم عزیزم، حتما مواظب خودت باشی، خوش بگذر. شب و روزت خوش عزیزم. بعد بهترین آرزو میکنم. خدا عزیزم، همچنین خدا. خدا حافظ.